بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان السلام علیکم شاگردای عزیز امید که جور و صمیمیت باشید شاگردای عزیز امروز موضوع درس امروزی ما ریاضی صنف دوم سوالات خاصیت تبدیلی در عملیه جمع صفحه 20 سوالات عبارتی سوال اول چی گفته؟ گفته هفت تفل کاغذ پران بازی می کند. پنج طفل دیگر نیز با ایشان یک جا شدند. در مجموع چند طفل کاغذ پران بازی می کند. حالا شاگرده عزیز چی می کنیم؟ هر کدام شاید نوشته می کنیم. هفت طفل جمع. پنج طفل. حالا مجموعی اردوی زیره در یک قسمت نوشته می کنیم. هفت جمع پنج. یک دو سه چار پنج. شش هفت. هفت تفل کاغذ پران بازی میکنن پنج طفل دیگر یک دو سه چار پنج پنج طفل دیگر هم بایا چی میشن؟ یک جا میشن حالا تمام این طفلا حساب میکنیم که چقدر است یک دو سه چار پنج شش هفت نو ده یازده دوازده چند طفل شد در مجموع؟ دوازده طفل پنج طفل کاغذ پران بازی میکنن. پنج اف نفر طفل. پنج نفر دیگر هم با یا چی میشه؟ یک جا میشه حالا مجموعی طفل ها چند نفر شد؟ دوازده نفر سوال بعدی پنج طفل نان چاشتشان را میخوند چند طفل؟ پنج طفل هفت طفل دیگر نیز با ایشان یک جا میشن هفت طفل در مجموع چند طفل نان چاشت میخورند؟ میبینیم پنج طفل نان چاشت میخورند هفت طفل دیگر یک جا میشه. دو از یا با چی میشه. یک جا میشه. حالا حساب میکنیم که مجموعی تفل های که چاشتا میخورن چند نفر است. یک دو سه چار پنج. یک دو سه چار پنج. شش هفت. حالا حساب میکنیم تمامش چقدر میشه. یک دو سه چار پنج شش هفت. هشت نو ده یازده دوازده مجموع تفل ها چند نفر شد؟ دوازده دوازده تفل در وقت نان چاشی است؟ نان میخورند پن پنج تفل یک بود یک وقت بود پنج افت تفل دیگر هم با یا چی میشه؟ یک جا میشه مجموع تفل دوازده تفل سوال بعدی نوه شاگرد در سنف موجود است چند شاگرد نوه شاگرد چهار شاگرد دیگر هم در صنف آمد شاگرد جدید حالا چی می کنیم حساب می کنیم که مجموعی در مجموعا چند شاگرد در سنف چی است موجود است نوه جمع چهار یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو چهار شاگرد دیگر هم میشه در سنف جدید میایم. یک دو سه چهار حالا تمام مجموع شاگرد در سنف چقدر است؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده تعداد شاگردهای سنف چند نفر شد؟ سیزده نفر ببینید شاگرد عزیز نو شاگرد قبلا در سنف بود درست است؟ نو شاگرد در سنف موجود بود چهار شاگرد دیگر چی شد؟ جدید آمد یا خدا نو ثبت نام کرد در این سنف آمد حالا تعداد مجموع شاگرد در سنف چند نفر شد؟ سیزده نفر نو جمع سب چار چند میشه؟ سیزده سوال بعدی ببینین شاگردهای عزیز من گفته هفت سب میخرم چند نفر؟ احمد احمد بازار میره چند دانه سیب میخره؟ هفت دانه یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت احمد چند دانه سیب خرید؟ هفت دانه سیب علی نه سیب می خره. چند دانه؟ نو. یک دو سه چار پنج یک. افت اش نو. درست شد؟ نه سیب. باز هم چی میشه؟ احمد باز میره. چند دانه سیب دیگه می خرد؟ پنج دانه. یک دو سه چار پنج. حالا چی میکنیم؟ تعداد مجموع سیب ها را حساب میکنیم. پیدا میکنیم. احمد یک بار رفت چند دانه خود سیب خرید؟ هفت دانه. علی رفت نو دانه سیب خرید. احمد باز رفت پنج دانه دیگه خرید. حالا تعداد مجموعی تمام این سیب ها را چی می کنیم؟ دریافت می کنیم. اولش چند بود؟ پنج دانه. یک دو سه چار پنج. دومش هفت دانه. یک دو سه چار پنج. هفت سیومش نو یک دو سی چار پنج شش هفت هشت نو حالا چند شد تعداد سپاره تمام شد چی میکنیم با هم جمع میکنیم یک دو سی چار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده، چارده، پانزده، شانزده، هفته، هشته، نوزده، بیست، بیست و یک بله شاگردهای عزیز تعداد سپا چند دانه است؟ بیست و یک دانه درست شد؟ ببینید شاگردهای عزیز احمد رفت یک بار چند دانه سیب خرید؟ افتانه باز علی رفت نه دانه سیب خرید احمد باز شکست، باز رفت 5 دانه سیب دگاه خرید. درست شد؟ 6 جمع 9 جمع 5. چی میشه؟ مساوی 21. شکر در خاصیت تبدیلی هم پاندا بودیم. هرگز جای دایری هم تغییر بدیم. در اصلش کدام تغییرات نمایی ببینیم؟ 9 جمع 6 جمع 5. مساوی 21. باز هم پنج جمع اف جمع نو ببین بی؟ بیست و یک ببینین شاگردهای عزیز هر قدر جایای ای اعداد تغییر دادیم همه در آسلش کدام تغییرات ایجاد نشد سوال بعدی هفت نفر در یک خانه زندگی میکنند چند نفر؟ هفت نفر حالا چی میکنیم؟ نوشته کنیم. هفت نفر شش نفر دیگر هم مهمان خانه‌شان می چند شش حالا مجموع تعداد نفر در این خانه را چی می کنیم معلوم می کنیم که در این خانه چند نفر مهمان آمد یک دو سه چار پنج شش هفت هشت هفت یک دو سه چار پنج شش هفت شش مهمان اینال نفرش حساب میکنیم یک دو سه چار پنج شش حالا تعداد نفری که در این خانه وجود داره چقدر است؟ یک دو سه چار پنج شش هفت اش نو ده یازده دوازده سیزده تعداد نفر در این خانه چند قدر شد؟ سیزده ببینید شکر زمانی که ما تغییر هم بتیم در حاصلش کدام تغییرات ایجاد نمیشه ببینید سیزده ای قسمت هم شد ای قسمت هم. هفت نفر در یک خانه زندگی میکنه. شش نفر دیگر هم مهمان می اگر جاهایش هم بتیم در مجموعش کدام تغییرات ایجاد شد؟ نخیر در حاصلش کدام تغییرات نامد سوال بعدی ببینید شاگرده عزیز شش جمع نو مساوی چند میشه؟ یک دو سه چار پنج شش یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو حالا تمام شد، حساب کنیم یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چارده پانزده شش جمع نو چند شد پانزده حالا جاهایش چی میکنیم تغییر میدیم باز هم چی است چند میشه پانزده ببینین جاهایش تغییرام دادیم در حاصلش کدام تغییرات نامد سوال بعدی اجده جمع چند بیست و چار مساوی اول یک ها را با یک ها جمع می کنیم ده ها را با ده ها این سوالات به شکل افقی است چار یک دو سه چار چار جمع هشت یک دو سه چار پنج هفت هشت آل تمام با هم جمع میکنیم یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده دوازده را دوش آسل آمد بر یک در خانه ده ها. دو یک چند میشه یک دو جمع یک یک یا ماسل داشتیم چند میشه چار چلی دو آلا ببینید جاهایش تغییر میتیم که هایا در حاصلش تغییرات می یا نه 24 چار جمع هشته اول یک ها را با یک ها جمع می کنیم ده ها را با ده ها باز هم دوازده جمع حاصل آمد بر یک یک و دو سه یک ماسل داشتیم چهار ببینیم شاگرد عزیز زمانی که ما جاهایش تغییرام دادیم در حاصلش کدام تغییرات ایجاد نشد شاگرد عزیز ای بود سوالات عبارتی در خاصیت تبدیلی در عملی جمع خدا کنه که چیز را آموخته باشین یا یاد گرفته باشین ای بود در سمروزیتان روز خوب و خوش داشته باشین الله یار و نگهدارتان